هرچی برگردیم ما موسیقی رو بدون واسطه، اینجا اگر واسطه رو بگیم سازه، اصلا یواش یواش ساز حذف میشه. هرچی برگردیم تو تاریخ عقب‌تر، چون که خب هنوز ابزاری ساخته نشده بوده و صدا هست. انسان وقتی میخونه، حالا نه که بگیم مثلا از اول ابواتو میخونده، البته هم ابواتو سربالایی میخونده، یعنی این که برای این که احساسش رو بخواد بیان بکنه، خب مثلا همین زبان به وجود اومده. فراتر از زبان یواش یواش احساس درونی که این کلمات ترکیب بشن با همون زیر و بمی که در گفتگو و دیالوگ وجود داره، اون موسیقایی تر بشه. موسیقی کارش اینه که وقتی که شدت و ضعف، یعنی من میگم شدت و ضعف، اون شدت رو ما بخواییم تو آهنگسازی رو اینم ملودی بذاریم، قطعا اون نوت بالایه رو برای شدت و شدت و اگر بذاریم روی شین میشه شدت و نیست؟ روی شدت، روی ده میذاریم. حالا وقتی که یه ملودی داره شما می‌نویسی، این رو رعایت میکنی، ولی این رعایت کردنه باید توی زیبایی ملودی هم تعریف بشه. خب در واقع یواش یواش بشر دست پیدا میکنه که روز زبان خودش اصواتی رو بیشتر جلوه بده و یک موسیقی از توی این اصوات به وجود میاد. هنوز اون موسیقیه در گروه زبانه، در گروه صداهایی است که من شما از، یعنی اون موسیقی تعیین شده است در طی تاریخ که ما منظور اون رو به هم میرسونیم. ولی ما منظور اون فقط کافی نیست، ما باید معاشقه کنیم با هم، ما باید حرف دل و احساس رو بزنیم. پس اولین چیزی که ابزاری که پیدا میکنه این زیر و بمی اصوات رو با یک ذهن با حس و عاشق اینا رو یه مقداری حتی قلوب میکنه توش، یعنی فاصله ها رو بیشتر میکنه، کمتر میکنه. حالا اینجا مسئله تلفیق شعر موسیقی نمیخوام بگم، ولی به هر صورت باید طوری تلفیق بشه که مفهوم شعر عوض نشه، برای که هر تمام شعرها خودش موسیقیش توش هست، مثل همین کلامی که ما حرف میزنیم. و بسیاری از آهنگایی که شما میشنوید به عنوان حالا تصریف یا هر چیزی، اینا در واقع نمیشه گفت آهنگساز کاری کرده. الان هم که همین خیلی مولانا خونی و مسئله موسیقی عرفانی اینا مطرحه، بعد وقتی میرسن آهنگساز فلانی، این اصلا آهنگساز نداره، چون این خود همون ملودی شعر رو داره با سازا میزنه یا خواننده داره میخونه، همونه. اگر خوب هم تلفیق شده باشه، در واقع آهنگش مال مولاناست، نه مال اون کسی که داره اینا رو مرتب میکنه. شاید مثلا بگیم که کسی که اینا رو تدوین کرده یا مثلا انتخاب کرده، چون شما اگر اون موسیقی رو یه موسیقی دیگه ای بذاری روش که متضاد با موسیقی شعر باشه، واقعا تلفیقش اصلا غلط میشه. اینجا البته یه ذهن خلاق میخواد که تو خودت رو چگونه دخالت بدی در اون که به زیباییش بیافزایی، نه اینکه مطابق زیبایی اون پیش بری. اون عناوینی که الان گفته میشه موسیقی عرفانی، یعنی اینکه اینجا اتفاقا در درجه اول ساز نقشی نداره، یعنی اینکه اون کسی اون شعره و اون کسی است که میخونه. و دیدید که تو خانقاها اینا همه فکر کردن که آه نکنه مثلا تمبور حرامه نمیزنن، یا نه اصلا این موسیقی سازی نیست، این موسیقی خالصیه که از شعر به وسیله خواننده میگه. خب اون دف و سازهای کوبه چی کار میکنه؟ نظم میده. اون داره اون آکسانها رو اکسنت ها رو چی کار میکنه؟ در واقع نشون میده یه جوری که اون جماعتی که در حالت خلسه میرن هماهنگ بره. همون کاریه که طبل در چیز میکنه، در موسیقی نظام میکنه. تا به عصر امروز که میرسیم موسیقی های سنتی در ذاتشون سازی نیستند، در ذاتشون کلامن. ما الان میگیم ردیف میرزا عبدالله ردیف سازی، این ردیف سازی نیست، این ردیف بی کلام آوازیه که با ساز داره نواخته میشه.
چون وقتی که شما به تحریر میرسید پر از تحریر تو موسیقی سازی، تحریر همون چیزی که آواز میخونه. سیلاب ها وزن کدومه؟ وزن شعره. اون وقت بگیم که ردیف سازی، ردیف آوازی. بعد میگیم کاملش بگیم، میگیم هر کی که ساز بزنه بعد ردیف آوازی هم بلد باشه. چرا؟ برای که باید مطابق نظم و اوزانی که در شعر وجود داره اون باید سایش رو سازش باشه. این میشه ساز سنتی، این میشه موسیقی سنتی. موسیقی سنتی در ذاتش کلام هست نه صدای ساز. سازی در موسیقی سنتی 100% مورد تاییده که شکل آواز به خودش بگیره و گویای و اجرای حالتهای آوازی باشه. پیش درآمدهای درویش خان هم یک قطعات منظم شده ایه که کلام از روش برداشته شده، یعنی قطعات سازی نیست. چرا مثلا چهار مزراب ماهورش شما بشنوی چجوریه؟ چهار مزراب ماهورش سازیه، یعنی آوازی تبدیل به سازی شده که باز ریشه آواز نه که توش اصلا نباشه. ولی پیش درآمدها بعدن میبینید که حتی بعضی از شعرها اون دوره اومدن رو پیش درآمدها رو شعر گذاشتن و تصنیفش کردن. چرا استعداد تصنیف شدن دارن؟ چون در ذاتشون اصلا کلامن. اینا بر اساس تکنیک سازی و نگاه سازی شکل نگرفتن. اون موقع بعد کسی مثل وزیری وقتی که میاد از اون موقع به موسیقی سازی فکر میکنه. مسئله موسیقی سازی مال موقعی است که تحول در موسیقی در فکر شنونده به وجود میاد، در مسائل اجتماعی به وجود میاد. کشورهایی که توسعه پیدا میکنن، این توسعه فقط اقتصادی نیست، توسعه فرهنگی هم عمدتا پیدا میکنن، شما میدید موسیقی سازی نقش زیاده. کشور هند با اون همه جمعیت خب فقر هم توش زیاده، من نمیخوام بگم مسئله اقتصاد فقط، ولی در کشور هند شما الان موسیقی سازی بیشتر میشن یا آوازی؟ آوازی ها بیشتر جنبه باز نیایشی داره و حتی وقتی روی صحنه یک خواننده هندی وقتی بر شما میخونه شما احساس میکنه توی معبدی نشستی و داری موسیقی مذهبی گوش میکنی. موسیقی وقتی که خودش رو از موسیقی آوازی جدا میکنه یه بخش دیگه به وجود میاد، در واقع خودش رو از موسیقی مذهبی جدا میکنه، از موسیقی نیایشی جدا میکنه که احساساتی که در انسان وجود داره که شما به زبون خالص موسیقی اگر بخوای بگی باید کلامو حذف کنی و اون وقت موسیقی یه جون دیگه میره. این دوره رو خیلی از کشورهای دنیا گذروندن. ما همچنان انقدر که ادبیات تو کشور ما، یعنی این خیلی چیز مهمی، من نمیخوام بگم که بده، انقدر ادبیات ریشه داره در ایران که همه چیزش با ادبیات تعریف میشه. فلان نقاشی که میگه من اینو از شعر سعدی این تابلو بهم الهام شد، فلان تئاتر میگه بله من تحت تاثیر فردوسی بودم اینجوری، فلان موسیقی فلان. یعنی چون ادبیات ریشه عمیقی داره پس موسیقی ها خودشون رو به ادبیات هنوز وفادار گذاشتن. در دوره عصر جدید در ایران این یه مقداری شکسته میشه و قراره که موسیقی سازی جلوه کنه. چرا؟ اینم نیاز اجتماعیه. بعضی میخوادم فکر کنه که واقعا تو دوره‌های گذشته غم نبوده، یعنی مثلا انسان نگران نبوده. مثلا شما کارهای باخ گوش میکنه چه احساسی میکنی؟ یعنی اتفاقا همون احساس اون معنوی که میتونه از طریق موسیقی مذهبی به وسیله بزرگی مثل باخ القا بشه، چقدر قوی اون احساس معنوی رو القا میکنه. ولی شما احساس وحشت در موسیقی باخ نمیکنید. یواش یواش تو کلاسیکا میای، یهو وقتی که یکی از آکوردهای بتوون میشنوی میفهمی بتوون حالا یه وحشتی دلش هست. مال قرنای 17 18 به بعد ها. این یکی حالت هم بگم، موسیقی فقط حالت تزیین زندگی نداره که من خوشیام و عشق و شادی رو فقط با موسیقی بگم، بقیهش دیگه موسیقی کار موسیقی نیست. خب اینا یواش یواش اصوات دیگه میخواد، فرمهای دیگه میخواد و همینطور جدا شدن از کلام میخواد. شما بسیاری از کارهایی که، یعنی یه کارهایی هست که اصلا حالت مالی خولیایی داره. مثلا کجای موسیقی مالر شما فکر کنید که الان اینجا یه بیت حافظ بخونه یا یه بیت از مثلا شیلر بخونه یا کی بخونه؟ این داره با صداها
اصلا واسطه نمیخواد، با صداها داره یه چیز رو میگه که شما میتونید به عنوان یه آدمی که اگر این موسیقی رو حفظ بکنید و بشناسید مثل همون لذت ببرید که از یک بیت شعر حافظ میبرید. من یک ملودی میزنم که این ملودی بر معنای شعر در آواز بیت ترک. ای آن که بر اسب بقا از دیر فانی می روی، دانا و بینای رهی آن سو که دانی می روی. به نظر ملودیش خیلی قشنگه، البته مال خود بنده است ولی فرق نمی کنه. این ملودیش قشنگه، چرا؟ چون این شعره قشنگه، شعر مولاناست. اینو من برای ناصر فرهنگفر، خودم در ایران نبودم وقتی که شنیدم فوت شد، اینو برایش ساختم، رفتم از شعر مدد گرفتم، شعره که به من دیکته کرده این ملودی. البته اگه آدم بی‌ذوقی باشی میتونی این شعر و ملودی بدی روش بذاری، ولی این ملودی کسی که آواز بیت ترک بشناسه و گوشه روح الارواح میدونه که این خوب روش سوار شده، که البته اینو قبلا با استاد شجریان هم اجرا کردم. خب ببینید موتیو اینجا: ای آن که بر اسب بقا از دیر فانی می روی، دانا و بینای رهی آن سو که دانی می روی. خب شما فرض کنید که من میخوام بداه نوازی کنم در فرمای سنتی. خب غیر ممکنه یک نوازنده سنتی حتی وقتی رو ساز داره به شعر فکر نکنه. این شد موتیو بداه نواز. پس بست و گسترش موتیو اینه که شما وقتی که اون نقطه اصلی رو ارائه میکنی، این در واقع موقعی احساس وحدت ایجاد میشه که این یه حالتی از ترجیبند براش درست کنی. اما بداه نواز خوب خونه که این ترجیبند رو بازم، این کلمه واریشن یا واریاسیون یا دیگره در فارسی، اینه که شما همون جمله در واقع مرکزی رو هر وقت که تکرار میکنیم، بعضی موقع تکرار خودش همون حالت خلصه است، بعضی موقع نه، شما اونو میتونید عوض کنید، یا این موتیو رو بگیری ملودی تو با این ببری جور. من الان خیلی مثال ساده میزنم چون اینجا خیلی مناسب نیست برای سرده کنیم، ولی این به خاطر بسید یا با برا یا با برا. Thank you.
وقتی هر موقع میای سر این یه آرامش پیدا نمی‌کنی، یه حس می‌کنی یه دفعه به یک جایی رسیدی، یعنی از این حالت شاید این سیر و سفری که موتیوهای بعدی تو رو میبره یه جا میگه که بیا ما همون جاییم، نگران نباش. موسیقی جدید این کار نمیکنه، چون موسیقی جدید خودشو از کلام جدا میکنه. ولی یعنی چی؟ یعنی انسان احساسشو از دست میده؟ نه، انسان به زندگی با ابعاد دیگه نگاه میکنه.